بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت و بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم سلام عرض میکنم خدمت یکایک یک شما بینندگان و سروران گرامی همراهان خوب و نازنین شبکه هادی خوشحالم که هم توفیق خواسته شد تا با برنامه به وقت بیداری در خدمت شما عزیزان باشیم با موضوع احکام و بسیار مفتخریم که در کنار شما هستیم و همراه شما در محضر کارشناس معززمان حجت الاسلام و المسلمین حج رسولی از طرف خودم و به از شما عزیزان سلام از میکنم خدمت استاد محترم سلام علیکم استاد بسیار خوش علیکم و سلام و رحمت الله سلامت باشین درود خداوند بر شما ان شاء الله باشین و سلام خدمت بینندگان عزیز و کسایی که در هر جایی هستن ما را میبینند و صدای ما را میشنوند امیدوار هستم که موفق و پیروز باشین و ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید در نکنیم خوب, خوب است سلام خیلی خوش آمدید شما خوبی سلامت باشین خوب باشین الحمدلله سلامت باشین در حال بازم توفیق حاصل شد و ساتا بر اسم سشنبه ها در خدمتان باشیم ما در خدمت شما شماست انشاءالله از موضوعاتی که بینندگان عزیزمان الحمدلله سفره رنگین هستش خدا را شکر بکنه لطف میفرماین و از جای جای بر حال از کشور عزیزمان افغانستان یا کشورهای دیگه سوالات را ارائه میکنن تشکر کلی میکنیم از همه عزیزان و ان که به قدر وسع برنامه استفاده میکنیم از محضرتان و سوالات ان شاء الله مطرح میکنیم بیننده عزیزمان از, از کشور افغانستان به نمبر مثبت 93 هفتاد و هفت چهار نمبر آخر چلو پنج سفر هشت شان سوال کردن که استاد ما به چه علتی باید تقلید کنیم بسیار خوب سوال بسیار خوبی است بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و سلام على رسول الله و علی آله آل الله اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم سوال بسیار خوب است جناب حسینی و بارها به بکرات شاید از شما سوال شده باشه از ما بکرات این قضیه سوال شده که ما علت ازی که تقلید میکنیم چیست ما خدمت ازی برادر بزرگوار و کسای دیگه ای که ممکنه صدای ما رو بشنوه و تصویر ما رو ببینه باید خدمت اینو عرض کنم که به صورت خلاصه تقلید کردن یعنی عمل به دستور یک متخصصه انسانی که اگر خودش در یک زمینه تخصص نداره و احتیاج پیش می برش مجبور است به یک متخصص چی کنه مراجعه کنه به تعبیر اگر ما ناجور میشیم بیمار میشیم خب ما خیلی اگر خود ما تخصص داشته باشیم که خود ما دارو و پیچکاری و چیزهای دیگه برای خود ما تهیه میکنیم و به اصطلاح درمان چی میکنیم بله. شروع میکنیم اگر خود ما تخصص نداشته باشیم میریم پیش دکتر صایبا و پیسه هم دزرا میتیم دکتر صایبا هر چی گفت ما نمیگیم که چطور است یا چی گپ است چرا ایرادی چطوری ایر کردی مم. هر چی که دکتر صاحب برای ما تجویز کرد نسخه نوشته کرد میریم از دواخانه تهیه میکنیم و به اصطلاح درمان شروع میسازیم حتی بعضی وقتا مصادی نمیشه میگه خب فلانی هم رقم من این مشکل داشت خب چی گرفتی؟ این غلط این غلط است چون حسینی صاحب تمام اشخاص بدنشان مقاومت بدنشان در مقابل بیماری مقاومتشان در مقابل آنتی بیوتیک و چیزهای دیگه با هم دیگر کاملا چی میکنه فرق میکنه باید انسان به با چی مراجعه کنه به متخصص مراجعه مراجع کنه بل. و شما ما هست دیگه میگیم که کدام دکتر از من خوب میفهمه کدام دکتر از من خوب تر میفهمه پیش از اون دکتر چی میکنه ما مراجعه کنیم مشکل مشکل یک باشه به با متخصص تر و فامیدتر و کسی که تجربه داره دیدین حتی در بین و ما هست میگه فلانی میگه نه او جوان است چی میفهمه ای که میگه او جوان است به خاطر نه که او چیزی نمیفهمه منظورش ایست که تجربه, تجربه کم, کم مریض و بیماری کمتری پیشش رفته و تجربه کمتری چی کرده به دست پس ما مراجعه میکنیم به متخصص کالا جور میکنیم اگه خود ما خیاط نباشیم خود میریم پیش کی خیاط اگر که موتر ما مو خراب شود موتر سایکل ما مو خراب شود بایسیکل ما خراب شود میریم پیش میستری یعنی عقل ما حکم میکنه که حتما شما باید پیش یک چی مراجعه کنید متخصص مراجعه کنید حالا برمیگردیم در علوم دینی او احکامی که قرار است ما با او احکام عمل کنیم نماز روزه خمس حج جهاد امر معروف نهی از و بقیه چیزا سه حالت بیشتر نمیتونه داشته باشه جناب سید یک حالتی که خود انسان متخصص باشه یا متخصص شود یعنی بره سالهای سال درس بخونه قرآن یاد بگیره معارف قرآن یاد بگیره تفسیر قرآن یاد بگیره روایات یاد بگیره جمع بین روایات یاد بگیره ای چه طور شد فلا کلی گزیرا رو باید یاد بگیره و یک عمر لازمه جناب حسین این رقمی نیست که مد ظرف 5 سال 6 سال برم درس حوزه علمیه و مشتهد از چی شو بیرون شو خب یک روش هست که انسان باید خودش چیکار کنه به اشتهاد برسه و خو هر چی که نتیجه گرفت به استنباط کرد بره چی کنه عمل کنه که به احتیاط عمل کنه به احتیاط عمل کردن این چرخ ای یعنی این تقریبا هفت مورد از به اصطلاح دستورات مشتهدین میخوانه و به احتیاط عمل میکنه یعنی طوری عمل میکنه که به اصطلاح اگر مثلا یک گده گفته واجبه یا گده گفته ای مستحبه ی انجامش میده و اگر گفته خدمت شما از کنم ای حرام است یک دیگه گفته مکروه انجامش انجام نده. نده. چرا چون انجام نده به احتیاط یا نزدیک تره خیلی سخت است جناب حسین خیلی سخت یعنی زمان. مثل هم متخصص شدن یعنی ما باید بریم توزیع المسائل که ما بارها نشان دادیم مال حضرت آیت الله العظمى سیستانی را یکی امثال 7 8 موارد مثل ازی وارد چی کنم پیدا کنه کل گرفت پیش خودش واسه بین توزیع و تمام از اینا رو مطالعه کنه بعد از از اینا یک کاری شود به طور عمل کنه که به احتیاط چی باشه نزدیک باشه اشتباه نکنه با اشتباه نکنه, نکنه بله اشتباه نکنه پس این درسته که متخصص ولی کم از متخصص نیست یعنی شما بری افش ده مورد تفसील مسائل مطالعه کنی از مابای نظرا جنب بندی کنی و یک نتیجه برسی که کدام نظر شما عمل کنی که به احتیاط چی باشه نزدیکتر باشه ام. خیلی سخت است راه سوم میمانه راه سوم ایش که ایست که انسان به یک مشتهد جامع و شرایط که علم هم باشه یعنی اعلم یعنی چی باشه یعنی که در فهم معارف قرآن معارفی که از پیغمبر به ما رسیده ائمه به ما رسیده داناتر باشه عالم تر باشه به این شخص مراجعه کنید دقیق مثل اون زمانی که با پیشی دکتر صاحب میریم هر چی دکتر صاحب میگه میگیم چش ما این انجام میدیم خب وقتی که مراجعه کردی به یک متخصص نظر از اون متخصص میخواهی که مثلا نماز چه رقم بخونم روزه رو چه رقم بگیرم چه رقم حج برم شرایط امر معروف چیه نه از منکر چیه برید میگه و ما اینا انجام میتونم یک زمانی در بحث از کشورها مرسوم بود که میگفتن تقلید کار میمون است امه. شادی بله خب بله ده اگر تقلید مبنایش عقل نباشه یعنی مراجع غیر متخصص بچی به متخصص این نباشه ولی کار میمون است و اتفاقا زشته و ما برای از بزرگانی که میگن تقلید کار میمون است این رقم تقلید قرآن 1400 سال پیش تقبیح کرده مثلا تقلید از آبا و اجداد میگفت چرا بود پرستش قرق میکنید چرا تر مقابل مهم. بود به سجده میافتید میگفت که وجد نا آبا انا ما پدران خودم امیر رقم دیدیم و از, از پوشت دنبال مرم روی مرم پدران هستیم خب این قرآن سرزنش میکنه قرآنی رو بد میگه خب بله این رقم تقلید بد است یا مثلا ما دست خود رو خم میگیریم خب شادی هم دست خود ای خم میگیره هر کاری که ممکنه ما انجام بدیم شادی هم ممکنه تقلید کنیم ولی اون تقلید کاری میمون است و از نظر اسلام از نظر عقل تقبیح ولی مراجعه انسانی که آگاهی نداره تخصص نداره به یک انسان متخصص این قبل ازی که شعر یا کی حکم میکنه عقل انسان حکم و اگر شما این از زندگی بگیرید بخی سنگ روی سنگ بند نمیآید یعنی ما آشپزی خودم کنم کالای خود خود کنم خدمت شما عرض کنم که مستری اگه موتر خراب شد خودم انجام بده میخوای گردش ولی همه تمام از این شغل ها هست کسی که تخصص نداره به متخصص چی میکنه مراجعه میکنه لب به مطلب تقلید عمل کردن به دستور یک متخصص که ما اون میگیم مجتهد جامع شرایط البته تا... مجتهد جامع شرایط نه هر کسی که مثلا ادعای چی داشته باشه اجتهاد داشته باشه در اول می توضیح مسائل میگه که ما مجتهد اعلم را از چند را بشناسی پس باید کار بکنی مثل اون میگفت که کی گفته این مطلب که شما انجام میده گفت یک بزرگی گفته باز که می که او مادر کلانش بوده او بزرگ یه ای سوال رسا شد اینجا پیش به فرمودی که اعلم باشه بله. این معیار اعلم بودن آدم چی رقم میتونه بفهمه که هست سخته یکم که کدام یکی از بزرگوارا رو در درجه اعلمیت هستن چند راه هست یک راهی که مقدار خود انسان اهل به علم باشه و خب این تشخیص میده دیگه مثلا درس یکی میبینه کتاب یکی میبینه نظراتی یکی میبینه خودش سبک سنگین میکنه بین چند نفر مشتهد و تشخیص میده که اعلم و داناتر و حاضقتر به تعبیری کیه ای یک راه راه دیگه است که انسان از دو نفر عادل که به عدالت از اونها چی داره اعتقاد داره عادل هم کسی است که به اصطلاح کارایی که به گردنش واجب شده اونها رو انجام می‌ده و کارهایی که خدا گفته نکوی کارا کار حرام است بلد. او کارا رو انجام نمی‌ده و از نظر معاشرت انسان ظاهر و صلاحیه یعنی اگر از همساییش پرسال کنه از رفیقش قومش دوستش سوال کنه که چرا رقم آدمی است اصلا میگه آدمی چیه خوبی است و این شخص میشه شخص عادل اگر من که خودم متخصص نیستم یعنی خودم زیاد به اصطلاح قضیه وارد نیستم میخوای مشتهد اعلم پیدا کنم که مشتهد اعلم کیه که من ازش چی کنم تقلید, کنم, بنابراین این شخص میره از دو نفر کسی آ... که عادله و اونا تشخیص میدن یعنی میفهمن کی اعلم است و کی نیست اگر رفت از دو نفر تحقیق کرد و دو نفر گفت مثلا آقای الف اعلم است شرطی که باز دو نفر عادل دیگه با گپ از دو نفر عادل معارض نباشه مثلا دو نفر پیدا شد گفت که فلانی اعلام است و کسی دیگه با گپای دو نفر مخالفت نکن. نکرد اعلم بودن از طرف خدمت شما است کنم که محرز میشه به این کیفیت ما میتونیم به اصلا مشتهد اعلم و داناتر تشخیص بتیم و ازش تقلید کنیم ما پیشتر هم به اشاره کردیم که دکتر دکتر داکتر سایبا خیلی دقت میکنه. بله بله میگه او پیش از اون داکتری باریم که او دکتر تخصص داشته باشه همشهری های ما میگه حاضق باشه به فرقی هم برایش نمیکنه که او دکتر قوم خیش است بیگانه است ولی ایندو باشه مم. اما میگه به خاطر که تخصص تخصص در اجتهاد به می رقم است جغرافیا نمیشناسه جناب و سیدی صاحب که ما پیش خود بگم خو این مشتهد ام وطن است وطن است اون مشتهد دیگه مثلا وطندار دار من سال خیر است به این مشتهد وطندار از این می تقلید میکنیم چطور به دا دکتری که بدن بود شما بدن خودت پیش یک غیر متخصص نبردی حتی بردی سر پیش از اون متخصصی که این دو هم باشه چطور دین خود انسان و آخرت خودش نماز خودش روزی خودش هست پیش یک کسی ببره و از او کس تقلید کنه که علم نباشه. نباشه, خیلی مهم است جناب سامی باشه شاید زیاد به این سوال نپردازم سوالات دیگه هم هستش همین را بفرمایی که خب یک برداشت سطحی هم هستش میگن خب بعض اختا دیده میشه گپ همین مشتهدان آیات اعظام با هم هموخانیش نداره بله یک مسائل بسیار با هم اختلاف میخوره شاید خیلی صد فیصد مخالف هم رای میتونه افتاق میتونه اونجا خب میگه اینجا ما از کجا بفهمیم او کسی هم که داره از او تقلید میکنه مقلدین او بزرگوار رو میگن که ایشان عالمه خب ما هم که از کسی دیگه ای رو انتخاب کردیم ما میگیم که ایشان عالمه و دو تا نظری که متفاوت هستن با هم. دیگه اگر کدامش یک وقت اشتباه باشه او با پای ما که خدمت شما از کنم ای که اختلاف در همه جا هست م. یعنی حتی بین متخصص متخصصین در طب در جراحی در پزشکی در هسته در فیزیک همه جا اختلاف هست و علم به اصطلاح کارکرد علم همیه که ممکنه من از یک زاویه نگاه کنم و از یک زاویه نگاه کنم یک دقیق تر باشه استنباطشی هست این طبیعی است یعنی شما نمیتونی یک جایی رو پیدا کنی که در او اختلاف نباشه نماش. مگر در اصول دین که اختلاف خاصی نیست در این امورات مثلا فقهی اختلاف هست یه جای گپی نیست ولی از طرفی اگر شما از مسیر درست رفته باشی یعنی همین گفتیم که خودت اعتقاد پیدا کرده باشی یا از دو نفر عادل پرسان کرده بوده که فلانی اعلم است و رفتی از این تقلید کردی اگر فردا حرف از اشتباه بود خدای تبارک و تعالی یخن شما را نمیگیره به خاطر چی چون از, از اون مسیری است. که اقلایی بود و توصیه شده بود شما عمل از اون مسیر رفتی آدرس به ما میتن ممکنه ما از این آدرس رو پیدا بکنیم پیدا نکنیم ولی اگر جورن پیدا نکردیم خدای تبارک و تعالی ما در قضیه نیست. بس پس طبیعی اختلاف برخی ها مثلا ممکن است در ایده سعید فطر بله, بله اول ماه شوال م. یا اول ماه مبارک رمضان یا اول ماه ذی الحجه ممکن اکثر اختلافاتی باشه این اختلافات ما اختلافات سیاسی نمیدانیم سیاسی نیست اختلافات نظر مجتهدیه رفته روایات دیده جنبندی کرده به این جنبندی رسیده و یکی دیگه به یک جنبندی دیگه, دیگه رست. رسیده فهمش همی بوده و نمیتونیم مایه مسائل سیاسی و منطقی و زبانی و لسالی و چیزای دیگه رو در اینجا چی بتیم؟ دخالت بتیم مخصوصا در مشتهدین ازام بزرگوار که خداوند وجودشان را از بلا حفظ کنه و انشاءالله زیاد بکنه اینا عادل هستند اینا مخالف با هوا هستند متی امر مولا هستند و قتل الفاد از اینا نیست. بس تشکر می‌کنم از شما محترم باید. نمبر مثبت 964 780 255 413 پول ارتباطی ما و شما بینندگان عزیز است و شما توانید سوالاتتان نظرات و پیشنهاداتتان برای ما رای کنین در قالب متن در قالب وایس یا حتی ویدیو و ان برنامه پخش میشه در برنامه و استاد محترم پاسخگو خواهند بود ان عزیزمان از کشور افغانستان به نمبر مثبت 93 استاد سوال کردن که آیا جایز است زمین که برای حوزه علمیه وقف شده به جای حوزه علمیه در اون مسجد جور کنند و قسمت دوم سوالشان است که آیا میشه که مال وقفی را به کسی قرض نه؟ خدمت هستی بیننده عزیز تشکر میکنیم از ایشون خدمت شون باید عرض کنم که وقتی انسان یک مالی را وقف میکنه وقف اصلا تعریفش ایست میگن حبس عین رها کردن منفعتش یعنی یک عینی را در یک جا حبسش بکنن که این منجی باید چی باشه ولی از منفعتش چی کنن استفاده کنن و واقف مثلا اگر وقف کنه که برای حوزه علمیه اگرش ما نداره مسجد بسازیم اگر مسجد سوابش زیادتر است نه. اگر وقف کنه برای حسینیه خب درجه حسینی از درس مسجد پایین تر است دیگه باز ما حق نداریم مسجد دی جور کنیم بنابراین میگن ما باید به همون موردی که واقف و وقف کننده و وقف کرده ما باید به همون چی کنیم اکتفا کنیم پس نمیشه ما سر خود او به یک چیز دیگه ای وقف کرده ما بیاییم به اون مسجد بسازیم یا او مسجد وقف کرده ما بگیم خب فعلا ضرورت است که ما در یک شفاخانه جور کنیم اصلا بعضی جاها می رقم این چیزایی هست که میگه خب چی ضرورت است دی بالا مسجد داره خب ما هم نداشته باشیم مسجد ما میریم دی بالا نماز ما رو میخونیم این رو وقف ده چی میکنیم شفاخانه میکنیم یا درمانگاه چیزای دیگه نه ایگپا نمیشه و از جمله مال وقفی رو نمیشه قرض داد تا دا کسی دیگه ای این مال وقفی باید دونمو موردی که برش تعیین واقف باید دمو چی عمل کنه و دخل و تصرف در مال وقف به هیچ عنوان جایز نیست بسیار عالی استاد عزیزمان از کشور افغانستان به نمبر مثبت 93 79 2040 ایشان به واتساب برنامه به تماس شدن و البته خوب نظر خوبی هم دادن که الحمدلله اتاق فرمانم رسیدگی کردن فرمودن این عکس نوشته هایی که در باب احکام جور شده در سایت میمونن امیر در فیسبوک و اینستاگرام هم بارگذاری شد و ارسال شد که برای ایشان هم ارسال شد و خب همکاران به درخواستشان لبای گفتن و جواب دادن خواهر یا برادر گرامی هم از افغانستان به نمبر مثبت 9277 شون شان درباره اده زنان سوالی داشتن که به خصوصیشان پاسخ داده شد ما زمینه که سه دقیقه زمان داریم تا انشالله به وارد میان برنامه شویم یک سوال دیگه هم پرسان میکنه از محضرتان عزیزمان از کشور تاجیکستان بنابرای مصبت 992 دو، 11 12 دو سال پرسیدن اگر رسیدیم که بعد دو سال انشالله میپردازیم یکی که آیا سوزن دوا یا احتمالا منزشان هم پیشکاری آمپول زدن باشه حضور باطل میکنه یا نه و که چه نوع خوابی حضور باطل میکنه صحیح است قطعا ای شاید از برادران اهل سنت ما باشه دیگه که از کشور تاجکستان با ما تماس گرفتن بله چون ما در به اصطلاح در شیعه ما نداریم که به اصطلاح چه رقم آمپول زدن یا پیچکاری کردن رو باطل میکنه چون از در شیعه پیچکاری کردن و آمپول زدن وضو رو باطل نمی کنه نمی قطعا احتمالا از برادران اهل سنت ما که سوال فرمودن و ما در جوابش میگیم که این برادر اهل سنت و اگر صدای ما میشنوه و بسیار تصویر ما رو میبینه میفرمایند که او پیچکاری یا آمپول یا سوزن دوایی که خودشون تعبیر سوزن دوا کردن اگر در بدن انسان فرو روه و بعد از اینکه بیرون کشتش یک مختصر خونی باشه به اندازه دیدین دیگه بسیار مختصر بلد. خون میشه فرمودن که اگر او قدر باشه ای وضو ناقض وضو به تعبیر باطل کننده وضو نیست یا وضوع را نمیشکنانه این تعبیر شکستن وضو ما یک استاد داشتیم خودش هم سنت بود پیش از این ما بعضی وقتها میرفتیم مباحثه چیزی داشتیم که می آمد می کجا بودی استاد میگفت ما وضو شکستن رفته بودیم که وضو رو بشکنانیم عجب. ناقض وضو یا شکننده وضو بنابراین اگر یک مقدار پیچکاری میزنه یک مقدار خون بیرون میشه این ناقض وضو و از بین برنده وضو نیست باز برادران اهل سنت ما میفرامید اگر پیچکاری را کشیدی و خون جاری شد این میگه ناقض چیه؟ وضوع زخم هم برقم اگه وقتی بدنی از برادر اهل سنت ما زخم شد به طوری که خون جریان پیدا کرد این وضوعش میشه چی؟ باطل, باطل میشه. و اما جواب سوال دومش اینست که فرمودن چرا رقم خوابی وضوع رو باطل وضوع باطل میکنن بازم برادران علی سنت ما میفرمایند او خوابی که با پشت باشه اجه. خوابی که با پشت باشه این خدمت شما عرض کنم که وضوع باطل میکنه و خواب اگر کسی نشسته خواب بره اگر تکیه کرده باشه به با یک جایی یا به طرف چپش یا به طرف راستش، یا به پشتش تکیه کرده باشه و میشه خواب بره؟ این خوابم وضوع چی میکنه باطل میمونه اگر تکیه نکرده باشه اگر تکیه نکرده باشه به اصطلاح میتور راست شیشته باشه و در این حال خواب برده باشه ایره میگن وضوعش باطل نمیشه بسیار علی. تشکر میکنم از عزیزانی که برحال به حال و برنامه به تماس میشن و سوالات رو رای میکنن و شما میتونید برنامه ها را در فیسبوک و یوتیوب هم دنبال کنید و حالا برحال سه شنبه ها که بس احکام هست در شبهای دیگه هم پخش زنده هست وقت بیداری و برنامه به صورت سلسله وار ثبت شده و میتونن عزیزان انشالله استفاده کنن خب سر محترم با اجازه شما به اتفاق همکارانه و با اتفاق بینندگان عزیز میبینیم میان برنامه را و برمیگردیم به استودیو و قسمت بعدی در خدمت ان خواهیم بود همراه ما باشید خدایا و تو پناه می برم از اینکه در آراستن صورتم چنان مشغول شوم که از اصلاح سیرتم باز بمانم خدایا سیرت را تو می بینی و صورت را دیگران شرم دارم از اینکه محبوب دیگران باشم و منفور تو پس خدایا تو خوش صورت و خوش سیرتم کن که اول محبوب تو باشم مرا قلبی ده که سراسر آن را وجودت فرا گرفته باشد چنان خون در رگم جاری باش که مکانی برای ناامیدی نماند خدایا خدای مهربانم دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم بزدایی زدایی هرچه حائل است بین من و خودت همه آنچه از منیت و نواقصم در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایان خودت چنان همیشه که بخشیدهی مرا رها ساز مرا رها ساز از بند هرچی غیر خوبی و نیکی در وجودم هست و پر کن خالی درونم را با عشق ناب الهی خود که جز این نتوانم نیک بمانم و مهر بیفشانم سلام مجدد ارز میکنیم خدمت شما بینندگان و سروران گرامی با برنامه به وقت بیداری به صورت پخش زنده و به رسم سهشنبه شبها با موضوع احکام مهمان دیدگان شما عزیزان هستیم خب استاد محترم میرسیم به سوال بعدی که عزیزمان مطرح کردن البته ایشان چند سوال رایه کردند و ما از شما دو تا از این سوالات مطرح مطرح کنیم خدمت شما نمبر مثبت 93 77 67 20 تشکر میکنم از شما بزرگوار <تصفح> که البته چند سوال با هم رای کردین در هر برنامه میتونین یکی دو تا سوال داشته باشین شخصی استاد روزه است و نیازمندی به یک سری کتاب داره سوال شده که آیا این شخص میتونه از سهم خمس خودش که باید پرداخت کنه از او خمس بگیره برای خودش کتاب تهیه کنه یا یعنی؟ بسیار خوب سلام مجدد خدمت سلام. شما و خدمت بینندگان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته همینطور که شما در جریان هستین جناب حسینی مردوار و بینندگان ما در جریان هستن که خوب مثل یک پنجم یعنی یک پنجم مال انسان باید جدا کنه و باز خودش چند قسمت میشه؟ دو قسمت یک قسمتش میشه سهم مبارک امام علیه السلام و سلام و یک قسمت دیگه میشه سهم فقرا سادات, سادات. یتیمای سادات درمانده های چی؟ بنابراین سهم دو قسمت وقتی شد سهم مبارک امام علیه السلام در عصر ما باید مشتهد داده شد یعنی هر کسی به همون مرجع تقلیده که بله. خودش انتخاب کرده به اون مرجع تقلیدی که به اصطلاح او رو به عنوان متخصص انتخاب کرده و اعمال خودش طبق نظر او چی میته؟ انجام میته خب سهم ما باید به با او پرداخت کنه بله. و نصف سهم دیگهش که یک دهم ده میشه دیگه یک دهم ده اونجا میشه دهم ده چی به این طرف سهم دیگه نصف دیگهش خب مال فقیره خب این شخصی که روز خانه است و به اصطلاح خمس مال خودشه یعنی سر سال خودش تیر شده مقدار پول مانده این پول باید به عنوان خمس پرداخت کنه حق نداره از این پول برای خودش کتاب بخره عشان. هر کس میخواد باشه یخو فقیر که نیست دیگه چون اگه فقیر می بود که خمسی نمی شد. خودش به اصطلاح خمس, خمس به مالش تعلق گرفته. نمی گرفت آلی که خمس به مالش تعلق گرفته دو تا م... مورد چی داره؟ مصرف داره یک موردش که مشتهد جامعه شرایط باید پرداخت شود یا به نمایندگانی که از طرف مشتهد هستن در هر شهر کابل، غزنی، هرات جاهای دیگه هستن باید به با او پرداخت کنه و سهم دیگر هم باید برای فقرای فقره سعادت بگذاره که البته برخی از مراجع برخی از مراجع ولی حضرت آیت الله سیستانی حفظ الله رقم نیست حتی برخی از مراجع دیگه میگه امو سهم سادات را باید به با کی بدیم به مشتهد جامعه شرایط بدیم یا با اجازه از او صرف کنیم سادات سادت فقیر ولی حضرت آیت الله عظما سیستانی خودش میفرماند که قسمت سادات خود شخص میتونه به سادات فقیر رو, رو چیکار کنه عنایت کنه پس دو مورد بیشتر نیست باید. او که میره به, به اصطلاح اختیار مشتهد خودش در اخ... حوز علم داره میکنه مدرسه داره هر گپ و که داره او خودش تشخیص میده باید. که کجا مصرف کنه دیگه شم که مال سادات است دیگه پس بنابراین وچی برای خریدن کتاب برای خودش باقی نمیمونه. پس این که نیاز داره به خریدن کتاب و اگر ای خمس بتا نمیتونه کتاب به خودش بخره دیگه در این قضیه دلیلی برای نیست دلیلی برای نیست که بخواد ایره خدمتتون عرض کنم که از چیز استفاده کنه به اصطلاح از خمس استفاده کنه نه خمس مالی اشخاص نیست و مالی نفر نیست بعد از, از اینکه خمس با مالش تعلق گرفت دیگه از ملکیت از ای چی میشه خارج میشه مال دو شخص میشه دیگه مال نمیشه به مال مردم ما برای خود ما کتاب بخریم و کارای انجام سال میبخشید در حال رقم رقم انسان ها وجود داره دیگه صحیح این سال بزن معامله که در جای خمس باید پرداخت میشده سادات فقیری هم بوده ولی به نظر می که از لحاظ ایمانی شاید ای کسی که بر حال سیادت هم داره و وضع معیشتیش هم ضعیف است ولی از لحاظ ایمانی زیاد اهل نماز روزه اینام نباشه ای که در در موضوع دخیل میشه این یعنی. خدمت شما عرض کنم که ایمان شرطه ایمان یعنی در کسی که خمس میگیره مؤمن بودن شرطه به اصطلاح شیعه دوازده مهم. امامی بودن شرطه اما عدالت شرط نیست صحیح. که او طرفی که به اصطلاح خمس میگیره حتما باید چی باشه عادل باشه ولی یک نکته است که وقت خمس میگیره آشکارا در مسیر معصیت خرج نکنه ولی عدالت شرط نیست, نیست. که بگیم حتما باید ای عادل باشه و متعارفی که پیشتر کردیم مهم. تمام واجباتی که به کردن عزیز انجام بده و هر محرماتی که حرام ایر انجام نه تا دروغ نگه غیبت نگه کارهای دیگه انجام بده این عدالت در شرط نیز. نیست, نیست. اگر مست... چی گفتیم و رقم نباشه که آشکارا ده معصیه رو کنه، خرج مثلا خمس شما بگیره معذرت میخوایم بره مثلا شراب و کباب بزنه این رقم نباید باشه بسیار علی عزیز <تصفح> دیگرمان به حال ظاهرا از جوانان دانشجو باید باشن ایشون سوال کردن که تشکر میکنم از شما ان که در درس موفق باشین سوال کردن که در دانشگاه استاد در پانتون ای کتاب می خریده و ارزانتر تر میخریده و به همین سنفیاش کمی گرانتر ایره سودا میکرده و به اونها می که این همین قدر بود در قیمتش حال سوال برای عزیز پیش آمده که این چه رقم می در حالی ما به تفاوتی که در دست ایمان داره جایز است یا نیست و اگر نیست خوی با یه پیسه که برحال در دست آورده ای کار جایز نیست جناب حسین صاحب البته اگر خمش جایز است که ما بروم کتاب یا دفترچه است یا قلم است یا هر چیزی است جایی میخرم و گرانتر سودا میکنه اصلا سوداگری یعنی انیمی تجارت یعنی می دیگه مثلا شما یک جای ارزان ده میخری 10 5 20 روی از چی میکشی با به زحمت و رفت و آمد و کارهای دیگه که داری خود نفرای دیگه میفروشی ایره ما بگیم حرام است که دیگه سوداگری و تجارت <applause> کل دیگه بازارا چی میشه تعطیل میشه و اسلام ایران پیشنهاد تجارت نمید. نمید. تجارت نمید. باید شوه به اصطلاح سودا و خرید باید شوه فقط کاش نمیکردی پاره میگفت آقا جان من اینی برای شما چی میکنم سودا میکنم این پاکیزه پا حلال از شیر مادر برای چی بود حلال تر بود ولی متاسفانه دروغ گفته این کاره ای چون ای نخریده بوده ارزان تر خریده بوده من تا گران تر سودا میکردم میگفت من عمیق قدر این خریدم ای قطعا کار چی جایزی نیست و این کار نباید میکرد به هر حال حالی که کرده اگر اونا رو میشناسه خود حلالیت به اگرم اگر هم نمیشناسه و حلالیت نمیتونه طلب کنه این قدر مقدر مقدار پیسر از طرف از اونا به اصلا به فقیر بده به عنوان رد مظالم که دیگه به اصلا مشکل خاصی در این زمینه امه. نباشه و چی بهتر است جناب حسینی بزرگوار میگه که انسان وقتی میخواد تجارتی بکنه کار شروع کنه قبلش احکامشه یاد بگیره. یاد بگیره ما از وجود ناظرین امیر مؤمنان علی علیه السلام سلام داریم. داریم که میگن من تجره به غیر فقه فقط ارتتمه فی ربا میگه کسی که تجارت میکنه بدون از اینکه فقه یاد بگیره احکام خرید و فروش یاد بگیره ارتتمه یعنی فرو میره در چی؟ در ربا فرو میره در این سودخوری و چیزهای دیگه و غش در معامله و بازی دادن مردم و چی میگن کلا گذاشتن و کلا برداشتن و میگه پا چی میره انسان فرو میره پس انسان اول آداب تجارت و کسب و کار یاد بگیره بعد شروع کنه به تجارت برد. کرده ساده با این پیسه ای که به دستش آمده اینو میگه که چطور کنه این پیسه ای که حال از ما به تفاوت چیزی که به دست آورده گفتیم دیگه اگر که طرفا رو میشناسه از اینا حلالیت به اگر هم نمیشناسه میخواد که به اصطلاح دیگه هیچ مشکل خاصی نداشته باشه اینا رو به فقیر رد مظالم بده وسط در امی موضوع شاید حال پیش بیه خب با خودش یک میسنجه مهم. میگه خب اگر این نفر به خزه بره مثلا دو مارکت بره خب همین قدر مسیری که میره یا دموتر میره خب پیسه میت خرج میکنه میره میای وقت میمونه اگر اونا رو پیش خود میسنجه و یک مبلغی که بالا بود میگیره با اون نیت و یا که شاید این یک جای پیدا میکنه که به صورت کلی فروشی است میگه خب اگر یه اندوال خودش از مارکت بخره به یه خیمت میخره چیزی که عرف بازار است ولی من میرم از یک جای دیگه میخرم که برحال ارزانتر, ارزانتر میتر است ولی او جوابی که میتر که میگه چند خریدی میگه خب قیمتش قدره و دروغ هم نگفته ولی راست هم نگفته نه دروغ گفته جناب سیدی بزرگوار اگر یک دروغ نگویه هیچ مشکل در قضیه مم. نیست مشکل دروغ گفتن است میگه آقا تو میتونی رقم بگوی میگه تو چی کار داری که من چند خریدیم یا چند نخریدم ما هر چی خریدیم یعنی قدر در شما چی میکنم سودا میکنم یعنی می مشکل نداره با سوداگری نمیست غیر از اینکه خدمت شما عرض کنم که ای دیگه خود سودا می دیگه, دیگه قدر میفرشه من همین رقم همین قدر سودا میکنم من میخیر برو شما اگر ارزان تر میخوای می بخیر برو مم. او قطعاً وقتی که مراجعه کنه اونجا یا نمیشناسنی به هر حال گران تر هم بهش چی میکنن بای میکنن مجبور میشه پس دوباره بیا از این برادر ما بخره بسیار عالی سوال دیگه ای که مطرح شده از سمت عزیزمان به نمبر مثبت 93 74 38 23 از زمان سوال البته استاد به نظر سوال کمی عجیب می آمد ولی خب چطور سوال کردن که آیا این قطراتی که قطرات آبی که از سقف حمام می چکه آیا این قطرات نجس است یا نه خب ممکنه برای از این خدا سوال خلق شده باشد برای بقیه بینندگان ما با می سوال یک مقدار خلق شده و ما خدمت از برادر ما باید قضیه را روشن کنیم این رقمی که آیا و چیزی که از به سقف حمام میشه که نجس یعنی های پاک است که جای گپی نیست ممکن باشه سوال از برادر ما این رقم باشه که مثلا در کف حمام مثلا خدمت یک بوده خون افتاده یا ادرار صورت گرفته آوی بالای از ریخته و این بخار شده رفته کجا بالا و اگر بخار شده باشه رفته باشه بالا وقتی که میخوره به سقف چون سقف سرد است و این م... تبدیل به مایع میشه که بهش میگن عمل میعان بله بله. میعان صورت میگیره یعنی گاز تبدیل به چی میشه مایع میشه. میشه پس برای خونی افتاده یا ادراری است یا یک نجاستی یا آب روی زی ریخته میشه و همین آبم هم نجس دیگه بله. آب نجس میشه و همین آب نجس بخار میشه بخار میره بالا یا ده دیوالا میخوره یا ده سقف میخوره و تبدیل به مایع میشه اگه این مراد ازی باشه نجس است بله این قطعا نجسه و مشتهدین و مراجع اعظم تقلید در بحث استحاله که یکی از پاک کنندگان ایراد چی می مطرح میکنه حضرت آیت الله و سیستانی هم در بحث به توزیع مسائل جامعه ایراد در بحث استحاله آورده که ما یک اشاره ای به این قضیه میکنیم و به این به تعبیر میگن تغییر فیزیکی که اگر تغییر تغییر فیزیکی باشه که فقط نام عوض میشه خب پیشتر آب بود آب بود تبدیل بخار, بخار, شد. شد بخار پس تبدیل به چی شد آمایه شد شدنم. و چون اصلش نجس بوده مالا بالا هم که میره دوباره تبدیل به آب میشه اگر پس می بیفته مثلا بدن ما تمیز شده باشه بر روی بدن ما یا سر یا صورت ما بیفته پس در صورت چی میکنه نجس میکنه ولی بخارش نجس نیست یعنی اون بخاری که در حال بالا شدن اگر دست ما بخوره اگر کالای ما بخاره تا زمانی که او بخار در دست و کالای ما تبدیل به مایع نشه نجس نیست ولی اگر دم دست ما کالای ما پس دوباره همون بخاری که نجس بود در حال بالا شدن بود تبدیل به مایع شوه این میشه چی نجس حالا ما بله بله. یک اشاره ای داشته باشیم که بینندگان ما این توجه داشته باشه حضرت آیت الله العظمى سیستانی ایره در خدمت شما از کنم چهارمین توضیح مسائل جامع جلد یک به اصلاح مسئله چهارم که میگه استحاله از جمله پاک کنندگان این مثلا میگه ما زیاد نمیخونم خدمتون از کنم که چند مثال میزنه برای استحاله که پاک میشه یکی میگه چوب نجس بسوزه و چی شوه خاکستر شوه یا دود شوه های پاک میشه سگ در نمکزار فرو رود و تبدیل مم. به چی شوه نمک شوه ممش. گیاه آب نجس و املاح نجس را جذب کنه تبدیل به گل و برگ و چی شود میوه شود حیوان باید. حلال گشت آب نجس یا غذای نجس را بخورد تبدیل به شیر و سرگین و چی شود ادرار شود میفرمایند که اینا کلی از اینا از استحاله یه. این از یک حالی به حال دیگه چی میشه تبدیل میشه, تبدیل میشه و کلی از اینا چی میشه پاک است اما اگر تغییر و تبدیل به با گونه ای باشد که نجس که جنس نجس که جنس شیء نجس عوض نشود بلکه تنها اسم یا صفتش عوض شود پاک نمی شود مثال میزنه، گندم نجس آرد کنند، خمیر کنن نان بسازن نجسه. نجس, نجس دو آب مطلق که مثال ما بله. یا مضاف یک آب مطلق بوده یعنی هیچ مشکلی نداشته یا مضاف بوده آب هندوانه آب خربزه آب چیزی دیگه تربوز اگر آب مطلق یا مضاف نجس یا عین نجس مثل ادرار تبخیر شوه یا آب تبخیر شوه مم. که نجس بوده یا آبی که آب تربوز بوده و نجس بوده تبخیر شوه یا ادرار تبخیر شوه ادراری بوده تبخیر شده و سپس بخار مذکور تبدیل به قطره شود مایه پدید آمده نجسه البته بخار مذکور قبل از تبدیل شدن به قطرات مایه به بدن یا لباس یا سایر اشیا برخورد نماید آنها را نجس نمیم. نمی کل کلی مطلب از این برادر ما نمی چه بس تخصصی بود واقعا بله الحمدلله که به حال بینندگان پس یک نکته دیگه اضافه کنم اگر ما مثلا در یک حمام می میریم یا حمام به اصطلاح شخصی هم حمامای شخصی بله، چی حمام عمومی باشه اگر قطرات باران از سقف میخوام قطرات آب از سقف چکید اینا رو حکم به نجاستش ما نمیتونیم چون داریم. یقین نداریم چون یقین نداریم ولی اگر مثلا خود دیدیم که مثلا خوی بود یا ادراری بود و این بخارش رفت بالا تبدیل به مایع شد پس چکید قطعا چیه مم. نجسه پس یک قایده کلیه اون چیزی که ما بهش علم نداریم از بالا چک میکنه هیچ مشکلی نداره تمیز است پاک است تمیز است بله خصوصا یکمی همین سخت تصور کردنش که مثلا این آب ما چی را با این یقین پیدا بکنیم این آب همین آب تبخیر میشه یعنی میبینی جناب حسین صاحب شما مثلا <تصفح> مثلا میگم مثلا ادرار صورت بگیره خو ادرار گرم است دیگه به و بخار از اون بالا میشه خو همین بخار میره میخوره می به با بالا و همین بخار پس دوباره تبدیل به مایع میشه خو میبینه انسان نایم. اگر نبینه انسان شک کنه هیچ کدام از فایده ای نداره پاک پاکیزه است مشکل خاصی نداره بسیار عالی تشکر <تصف> میکنم <بمصار> محترم <تصف> عزیز دلمان به نام منصف الله حسینی از ولایت ننگرهار ولسوالی خیوه به نمبر مثبت 93 77 68 66 62 میبخشید ایشان اصلا با واتسا به واتساپ برنامه به تماس شدن و ازار تشکری کردن ما هم تشکری میکنیم از عزیزی دل ما نازی بزرگوار که برحال برنامه را امین خودشان قرار دادن و مهربانی کردن تماس گرفتن و عزیزی دل دیگری ما هم بزرگوار از سوال پرسیدن اصلا چون سوالشان جنبه خصوصی داشته برحال صلاح دیده شد که به خصوصیشان جواب داده شود و بیننده دیگری هم به نمبر مثبت 93 0 83 56 ایشان هم به واتساب برنامه به تماس شدن و تشکری کردن از استاد محترم از همه همکارانی که برحال در شبکه زحمت میکشن و ما هم از ایشان تشکری میکنیم انشالله که خداوند بهشان جزای خیر بته و همچنان برنامه را پیش بگیرن و انشالله که مسائل و مطالبی که مطرح میشه موارد انایت و توجه همه شما از آن قرار بگیره و او روزی برسه که حال برنامه به وقت بیداری مطلبی که گفته شده و ما در زندگیمان بینیم که کاری که میخوایم انجام بدیم یا احکام که پیش میه ما در این برنامه استاد دیدیم و یاد گرفتیم بر حال ما چند دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم اگر در خلال بحث ها اگر چیزی جا مانده که در خدمتون هست ما موضوع دیگه خدمت شما ارز کنم که نمانده ولی یک نکته هست و او ایست که مراجع اعظام تقلید از جمله حضرت هایت الله الازمه سیستانی حفظه الله میفرمایند او متا احکامی که مبتلا به مبتلا به یعنی چی یعنی ما شب روز به او چی پیدا میکنیم احتیاج پیدا میکنیم بله این چه رقم شد نماز ما چه رقم شد قرائت ما چطور شد وضو ما چه رقم شد حجی که ما رفتیم چی کار شد امر یعنی معروفش چه رقم است نهی از منکر چه رقم میگه او احکامی که مبتلا به یعنی ما شب روز به او چی گرفتار هستیم بله واجبه که انسان اینا رو کنه یاد بگیره ولی یک سری احکامی که مبتلا به نیست مثل احکام ارث من نمی فهم مثل احکام وقف شاید مثل... پیش بیه خیلی شاید بی... مثلا دی... دیات که مثلا کسی سر کسی مایده کرد چقدر دیه بده کسی جوری کرد که... ج... ج... جور پایش شکستان چقدر دیه بده خواه اینا معمولا قاضی سایبا هستن, هستن و محکمه هست و دادگاه و چیزهای دیگه اینا موی از میگن از ماست میگن از خمیر میکشند بیرون اینا خب لازمی ای نیست که انسان حتما چی کنه یاد بگیره بله اگر یاد داشته باشه فضل است اگر بله. یاد داشته باشه اینا خوب است ولی لزومی اون نه اون مهماتی که در زندگی داره مثلا شکیات نماز بله. خب ما نیست مخصوصا در این زمانه نیست نمازی که مگر ما در اون نماز شک نکنیم اتفاق ام. میفته دیگه بالاخره بله بله. مشکلات زیاد است سر نماز استاد میشیم یک دفعه فکر قرضداری یا فکر یه یک چیزای دیگه ناامنی گپا در ذهن زین ما میزنه و کلا از نماز دیگه غافل میشیم که دو رکعت خوندیم سه رکعت خوندیم چهار رکعت چهل رقم شد بالاخره خو اینا معمولا انسان مبتلا بهش است اینا موارد یاد بگیره ولی اون چیزایی که مبتلا به نیست یاد گرفتنش واجب نیست اگرش چه فضل هست خوب هست و عقل هم اینا حکم میکنه که باید اینا رو چیه یاد بگیره ولی اگه یاد نگرفتم کنم مشکل خاصی نیست پیش نمیاد بسیار سلامتی باشین تشکر میکنم استاد محترم و واقعا از همه عزیزانی که به حال به برنامه به تماس میشن و سوالاتشون میکنن و در حال برنامه امین خودشان قرار دارن تشکری میکنیم ان که موضوعات مطرح شده مصمیر سمر باشه برای همه عزیزان و ان که ما در موضوع احکاممون حداقل برای احکامی که استاد محترم فرمودن احکام واجبات ما و مهمات ما را ان شاء بلل باشیم استاد به عنوان سال پایانی اگر اجازه باشه اگر کسی کار انجام میده و بعدا میفهمه که خب اشتباه کرده میتونه به نظر بگه خب من خونم خب میفهمیدم خب پس هر اثری که داشته پاک میشه از او ما من خوی خب احکام نمیدانستم تا حالی هم که عمل کردم اینقدر دیره خب نمیفهمیدم با یک نمیفهمیدم آیا تمام اینا حل نه. میشه؟ نه نه جناب حسینی جان ما بارها دو دقم با با برنامه بارها گفتیم که جاهل دو رقم است یکی جاهل واقعا جاهل قاصر جاهل قاصر یعنی کسی است که به اصطلاح به احکام دسترسی نداشته به مولا دسترسی نداشته به مولوی صاحب دسترسی نداشته با بالاخره و بالاخره مسجدی حسینی جایی دسترسی نداشته که احکام خودش را چیکار کنه پرسال کنه نه بزرگ و مادر بزرگ و پدر بزرگ شم. پدر کلانش هم مکتب یاد نداشته خو ممکنه مثلا خب خدای و تعالی سر تقصیر از در گذاره اشتباه نماز خوانده یا مثلا اشتباهی روزه گرفته به هر حال ولی جاهل مقصر او کسی که توانایی رو داشته که یاد بگیره ملا صاحب بوده مولوی صاحب بوده مسجد بوده محراب بوده منبر بوده کتاب بوده ولی یاد نگرفته این نمیتونه بگه به صرف گفته شما یک بگه خو خیر است دیگه ما نمیفهمم نمیفهمیدم از این نه این اثرش رفت نمیشه. نمیشه در خیلی از جاها میگن مثلا اگر نماز اگر رقم میخوندم میگه باید نماز چی شوه اعاده شوه روزه اگر رقم گرفته میگه باید روزه نمیشه. اعاده شوه به صرفی که من نمیدانستم این مشکل حل نمیشه به تعبیر صورت مساله پاک نمیشه نمیشه, نمیشه. تشکر میشه. میکنم سلامت باشه ان و از همه شما عزیزان که تا این لحظه همراه برنامه خودتان به وقت بیداری بودید و پایان آمدین دفتر حکایت همچنان باقی استادی تا بعدی همه شما از آن را به خدای مهربان می سپاریم خدایا رو زن <applause>